سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. خوشحال هستیم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که دوتا ویدیو قبلی که مربوط به 0 تا 100 معامله‌گری رمزارزها و معادل صحیح کریپتوکارنسی به زبان فارسی بوده رو دیده باشید و در عین حال این ویدیوها رو هم پسندیده باشید. پیشنهاد میکنم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، آپارات، تلگرام، لینکدین و توییتر دنبال کنید. آدرس تمام این شبکه‌های اجتماعی سمت راست پایین و در توضیحات این ویدیو یادداشت شده. خب امروز میخوایم در خصوص خرید و فروش بیت کوین با ریال با هم صحبت کنیم، چیزی که دغدغه خیلی از معامله‌گرا هست. علت اینکه شاید تبدیل ریال به دلار یا یورو و بردن اون توی یه اکسچنج خارجی و خریدش بسیار کار دشواری باشه و هزینه بر و کارمزدهای سنگینی رو شما پرداخت بکنید، خب راحت ترین راهش خرید این ارز یا سایر آلت کوین ها با ریال هست. تعدادی سایت در داخل کشور وجود داره که اینا با یه مجوز رسمی شروع به فعالیت کردن، سابقه خوبی دارن و میتونید از اونها برای معامله‌گریتون استفاده کنید. در نظر داشته باشید اولین چیزی که توی این حوزه به چشم میخوره بحثای امنیتیه. اینکه کسی بیا توی کانال تلگرامی یا یه سایت نامعتبر تا یا توی فورومی به شما بگه که من این میزان مثلا بیت کوین، اتریوم، ریپل دارم، حاضرم با این قیمت با شما مبادله کنم، اول پولو بزنید بعد، یعنی ریالو بفرستید بعد من ارز و رمز ارزو برای شما ارسال میکنم، یا بالعکس اول رمز ارزو برای من ارسال بکنید و بعد من برای شما این میزانو میزنم، یه مقداری با احتیاط رفتار کنید. نمیگم اکثر این موارد ختم به کلاهبرداری میشه، ولی میتونم به جرات بگم که تعداد زیادی هستن که از این طریق مال باخته شدن و خب به مراجع قانونی مراجعه کردن تا بتونن حق و حقوقشون رو بگیرن. نکته مهمتری هم که من میخوام خدمت شما بگم بحث سلب مسئولیت و ریسک معامله‌گریه. این که شما یه ارزی رو بخرید این بره بالا یا بیاد پایین هیچ ربطی در وهله اول به این کانال کریپتو فاندر نداره و سایر شبکه‌های اجتماعی که مربوط به ما هستن، و قاعدتاً به اون سایتی هم که به شما میفروشه اینو هیچ ارتباطی نداره. پس ریسک معامله‌گریمون همینجا بر عهده بگیریم، بپذیریم جاهایی که خطا میکنیم و درس بگیریم ازش، در این حال هم جاهایی که با ریسک خودمون برنده یا یه سود خوبی کسب کردیم به انتخاب خودمون افتخار کنیم. دقیقاً همون اتفاقی که در بازار بورس تهران میفته، شما یه سهمی رو میخرید میره بالا یا میاد پایین، کارگزار هیچ دخالتی در بالا پایین رفتن سهم شما، قیمت سهم شما یا سود زیان شما نداره، اون حق العمل خودش رو میگیره و دقیقا این موضوع اینجا هم مصداق داره. پس به عنوان یه معامله‌گر حرفه‌ای اصول این مورد رو مد نظر داشته باشیم و دقت بکنیم. خب من یه نمایی از این کانال یوتیوب رو به شما نشون بدم. کانال یوتیوبی که من بارها به عنوان کریپتو فاندر به شما یادآور شدم یه همچین شکل شمایلی داره. توی قسمت About ما اومدیم توضیح دادیم که در این کانال از 0 تا 100 معامله‌گری رمز ارزها رو میخوایم آموزش بدیم و در ادامه به استیبل کوین ها، توکن ها، STO ها، IEO ها، ICO ها، ایردراپ ها و سایر آلتکوین ها میپردازیم. ریسک معامله‌گری بر عهده سرمایه‌گذاره این کانال همونطوری که گفتم هیچ گونه مسئولیتی در این قبال نداره. معرفی وبسایت ها، اپلیکیشن ها، رمزارزها یا سایر خدمات بازار رمز ارزها دلیلی بر تایید عملکرد اونها توسط این کانال نیست و صرفا جهت معرفی آنها جهت آشنایی بیشتر مخاطبین است. پس اینو در نظر داشته باشیم. از طریق شبکه‌های اجتماعی که سمت راست بالای تصویر الان می‌بینید میتونید ما رو دنبال بکنید. خب
من به عنوان نمونه وارد یکی از این سایت هایی میشم که مدت زیادیه به عنوان یه درگاه فروش رمز ارز داره فعالیت میکنه. مطابق ادعایی که این سایت داره میگه بالای بر 50,000 معامله انجام داده، 10,000 تا مشتری داره و جمع مبادلاتش بالای 200 میلیارد تومان هست. اپلیکیشن داره، یه اپلیکیشن قابل نصب روی موبایل هست و وبسایتی که میبینید من دارم به شما نمایش میدم. لینک این سایت رو من زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن میذارم، از طریق همین لینک اقدام کنید. دقت کنید سایت ها حالا با عناوین مشابه با یه دیکته کوچیکی که تغییر میدن توی آدرس URL میتونن کار فیشینگ انجام بدن کلاهبردارا. پس پیشنهاد بهتون میکنم که توی نوشتن آدرس سایت دقت کنید. ترجیحاً میتونید از لینکی که من این زیر گذاشتم کپی پیست کنید و استفاده کنید. خب برای اینکه توی این سایت بتونید معامله‌گری انجام بدین، ابتدا باید ثبت نام کنید، بعد احراز هویت بشه، همون KYC که در ویدیوی 0 تا 100 معامله‌گری رمز ارزها گفتم، امیدوارم که اونو دیده باشین. این کار باید اینجا انجام شه، نه تنها توی این سایت، حتی تو سایت‌های خارجی هم داستان KYC وجود داره، قواعد خاص خودشونو دارن و دلیل این هم همون کمیته FATF هست که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی عملیات مخاطره انگیز انجام میشه. این گروه میخوان این موضوع رو جلوگیری کنن ازش. متدهای مختلفی برای KYC وجود داره. بعد از اینکه این کارتون رو انجام شده و تایید شدید و این خیلی زمان بر هم نخواهد بود، مبلغ موجودیتون رو به حساب این کار به قول معروف کارگزار واریز میکنید و معامله انجام میدید. این معامله بین دو تا فرد انجام میشه که حالا تابلوی معاملات رو با هم میبینیم. دقیقا مثل بورس که شما یک کد کارگزاری میگیرید، احراز هویت شدین وقتی کد کارگزاری گرفتید، مبلغ پولتون رو به حساب کارگزار واریز میکنید و در نهایت معاملاتون رو انجام میدید. در پایین این صفحه هم اطلاعاتی در مورد این سایت هست و یه توضیحاتی هم در خصوص خودشون ارائه کردن. خب میریم بالا. من قبلا ثبت نام انجام دادم، میریم قسمت ورود رو من میزنم. پس شما قبل از اینکه بخواید کاری انجام بدین، اول باید ثبت نام کنید، همونطور که میبینید یه ایمیل و گذرواژه و تایید و در نهایت ثبت نام میکنید. من برمیگردم به قسمت صفحه اصلی، دکمه ورود رو میزنم. قبلا چون ثبت نام کردم، رمز و پسوردم اینجا وجود داره، دکمه ورود رو میزنم. وارد صفحه اصلی میشم. خب شما اینجا دارین ببینید که آخرین معامله‌ای که انجام شده روی بیت کوین 144,999,999 هست با 17% رشد نسبت به آخرین معامله‌ای که انجام شده. حداکثر قیمتی که برای فروش گذاشته شده 140 معامله‌ای که انجام شده 145 میلیون و حداقل 142 میلیون بوده در طی 24 ساعت گذشته. اتریوم 3,841,000 تومان، لایت کوین، تتر، ریپل و بیت کش هم همونطور که میبینید با قیمتهایی که اینجا نوشته شده. توضیحاتی در خصوص کیف پول شما وجود داره که اینجا میتونید ببینید. مبلغ ریالی که تو کیف پولتون دارید، سطح کاربری که اینجا دارید و وضعیت حسابتون با توجه به تایید سطحی که انجام شده، یه سطح دسترسی برای برداشت روزانه ریالی و رمز ارزی وجود داره که میبینید اینجا هم از واژه رمز ارز استفاده شده، همونطور که در ویدیوی قبلی در خصوص معادل فارسی صحیح کریپتوکارنسی گفتیم، میبینیم اینجا هم این موضوع رو رعایت کردن. و تابلوی سفارشات باز و معاملات اخیر شما. راهکار ساده چیه؟ وقتی که شما وارد سایت شدید، به راحتی میتونید این مراحل رجیستر و
تایید صلاحیت انجام، تایید به راحتی میتونید مراحل ثبت نام و تایید و احراز هویت انجام بدید. تایید من قبلا که این کار انجام دادم، تایید شده سطح 2 هستم. این بالا همونطور که میبینید دوباره مشخصات تغییرات قیمت بیت کوین رو گفته و میگه که در حجم روزانه این میزان معامله، حالا این سایت میگه من این میزان معامله رو انجام دادم. روش احراز هویت اینه که اول شماره تلفنتون رو میزنید، یه کدی میاد تایید میکنید، کارت شناساییتون رو با فرمتی که توی سایت گفته براشون ارسال میکنید که همون داستان KYC Know Your Customer میگن، عبارت شناسایی مشتریان رو از طریق کارت بانکی و کارت ملی در ایران انجام میدن، در خارج کشور پاسپورت یا گواهینامه رانندگیه. اطلاعات بانکیتون رو میزنی، شامل شماره کارت، شماره شبا، کارت شماره حسابتون، باید همونطور که دو بورس هم همینجوری هست باید فقط مربوط به یه نفر باشه. اینا از قواعد و قوانین ضد پولشویی هستش که تو نه تنها توی این حوزه، تو بقیه بازارهای مالی در سراسر دنیا هم ازش استفاده میشه. یه آدرس و تلفنی هست و در نهایت تایید هویت شما. با این تایید هویت شما میتونید امکان معامله در کلیه بازارها رو داشته باشین، واریز ریالی بدون محدودیت و سقف برداشت ریال و رمز ارز با توجه به این سطحی که من دارم حدود یعنی دقیقاً 200 میلیون تومان در روز هست. خب قسمت اگر میخوایم یه خرید انجام بدیم با هم دیگه، وارد قسمت حسابداری میشیم، واریز ریالی رو میزنیم. وقتی که واریز ریالی بزنیم، واریز شتابی و بانکی داریم. مثلا ما شتابی رو انتخاب میکنیم که کارت به کارت بشه، همین از طریق حالا مثلا کارت بانکی که داریم این کار انجام شه. کارت بانکی مورد نظرمون انتخاب میکنیم، مبلغی که میخواییم و مثلا میزنیم، ببینیم 100 میلیون تومانه میگیره و انتقال به درگاه. یه پیام میده که حد اکثر میزان واریز 50 میلیون تومانه. اینم بر اساس محدودیت هایی که توی تراکنش های بانکی اعمال شده درش در نظر گرفته شده. عدد عوض میکنیم، مثلا 50 میلیون تومان میذاریم. و ما رو میفرسته به سمت درگاه الکترونیکی. خب ما نمیخوایم الان این کار رو انجام بدیم. قطعا شما قبل از این رمز پویاتون رو گرفتین و کارهایی که مربوط به اینه رو انجام دادین که اینجا شماره کارت و CVV2تون رو و سایر اطلاعات رو ثبت میکنید و پول و حساب این کارگزار واریز میشه. خب تو قسمت بازارها گزینه‌های مختلفی دارید. اتریوم به ریال، بیت کوین به ریال، لایت کوین، تتر، ریپل، بیت کش. شما این تعداد رمز ارز رو میتونید، حالا بایننس کوین هم داره، ای او اس و استلار هم بهش اضافه شده، میتونید به سبدتون اضافه کنید، ازش ریالتون رو به اینا تبدیل کنید. یکی از مزایایی که این سایت داره این هستش که خب در خودش یک کیف پول داره، یعنی شما احتیاج ندارید موقعی که خریدین آدرس یک کیف پول دیگر رو بدید که حالا واریز بشه به اون، اونم یک کار حق کارگزاری بابت این نقل و انتقال بگیره. این کیف پول درون این سایت هست، فکر کنم از والت سرد استفاده کردن. میتونید از خودشون دقیق‌تر رو بپرسین، شماره تلفن و آدرس و پشتیبانشون هم که فعال هست میتونید ببینید، ولی یه محدودیتی داره، شاید بشه به عنوان نقطه ضعفش گفت. هدف من بررسی نقاط قوت و ضعف اینجور سایت ها هست. در ادامه هم چندین سایت مختلف دیگر هم بررسی خواهیم کرد. اینکه تعداد ارزش محدوده، یعنی شما فقط میتونید تو این ارزها خرید و فروش بکنید و خب بدیهیه که یه مقدار دامنه عملکرد شما کم میشه. برگردیم به تابلوی معاملاتیش، بازارها رو ببندیم، بریم سراغ سفارش گذاری. ما سفارش بازی نداریم اینجا که قبلا گذاشته باشیم، میریم سراغ بیت کوین به ریال.
همونطور که مشاهده میکنید اینجا یه نمودار مربوط به تحلیل تکنیکال اونایی که دوست دارن تو این حوزه کار کنن، میتونن اینجا هم همزمان اینا رو ببینن، ازش استفاده کنن، کما اینکه سایت‌های بهتری رو ما تون معرفی خواهیم کرد. یکیش تریدینگ ویو هست که این ویدیو رو پیشنهاد میکنم حتما ببینید. امکانات فوق‌العاده ای تو اون سایت هست، به اضافه ریویو هایی که بقیه در خصوص تحلیل تحلیلگرای مطرح گذاشتن. شما اینجا میگی من یه واحد بیت کوین میخوام، قیمت حدودیش مثلا 142 میلیون تومان میذارم ببینم. میگه حالا ما این عدد شارژ نکردیم، ولی میگه که حدود دریافتی شما از یه بیت کوین کمتر میشه به خاطر اون نرخ کارمزدی که اینجا داره. 35,000 BTC به عنوان کارمزد میگیره برای معامله شما. خرید که بزنید و این پول رو شارژ کرده بشین قبلا، یا حالا قسمتی از این پول شما میتونید با 100,000 تومان هم یه خرید انجام بدید. احتیاج نیست یه واحد بگیری، همونطور که توضیح دادم در ویدیوهای قبلی در خصوص اینکه یه بیت کوین شامل 100 میلیون ساتوشی هست، شما میتونید مثلا 1000 تا ساتوشی بخرید، 10,000 تا ساتوشی بخرید که به نسبت 142 میلیون تومان تقسیم که بکنید به اون عدد ریالیش خواهید رسید. خب حالا بیایم سراغ تابلوهای سفارشات. میبینیم که اینجا پیشنهادهای فروش و پیشنهاد خرید وجود داره. 145 میلیون خورده پیشنهاد فروش یک حدوداً یک واحد بیت کوین گذاشته، 144 میلیون و 500,000 تومان این تعداد بیت کوین میخواد خرید کنه. خب وقتی که این دوتا قیمت به هم برسه، یعنی این 145 و این دوتا عدد با هم یکی بشه، معامله انجام میشه. حالا یه تفاوتی داره، به لحظه که مچ بشه این معامله انجام میشه. ولی یه نگاه کلی که به پیشنهادهای فروش بندازیم، می‌بینیم تاش مثلا یه چیز حدود مثلا 3 تا 4 تا 3 تا بیت کوین اینجا قابل معامله هست. یه خورده سفرم بیاریم پایین‌تر، نهایت مثلا 4 عدد بیت کوین تو این لحظه‌ای که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم قابل معامله هست. سوال پیش میاد که حالا به هر دلیلی که بازار پامپ کنه به سمت بالاش، خب همونطور که در سطح دنیا این اتفاق میفته فروشنده کم میشه، اینجا هم میتونه فروشنده کم بشه و من می‌خوام بخرم، چیکار باید بکنم؟ ما یه ویدیو دیگه تهیه کردیم در خصوص خرید از اکسچنج های خارجی و روش اون. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو مشاهده کنید، اینو به عنوان یه گزینه کنار دستیتون همیشه نگه دارید و حواستون باشه که این اتفاق میتونه بیفته، نه تنها این سایت بلکه بقیه سایت هایی که توی ایران کار میکنن. و در کل در نظر داشته باشید طی آماری که ارائه شده در سال 2019 میزان معاملات بیت کوین طوری بوده که بیشتر افراد تمایل به نگهداری ارزها داشتن. یه پدیده به نام هافینگ در خرداد 1399 اتفاق خواهد افتاد که اون هم در یه ویدیو جداگانه بررسی کردیم و براتون به اشتراک میذاریم. تأثیر اون هافینگ بر قیمت بیت کوین مطابق سوابق تاریخیش بسیار زیاد خواهد بود. تحلیل و معامله‌گری ریسکش بر عهده خود سرمایه گذار هست. دوباره تاکید میکنم که ما به هیچ عنوان تایید کننده یک سایت یا یه ارز خاص نیستیم، فقط از جنبه آموزشی داریم به این مسئله میپردازیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این پایین ما رو لایک کنید، با اشتراک گذاشتن این به صورت سخاوتمندانه اطلاعات رو در اختیار سایر دوستانتون قرار بدین و ما رو در توسعه شبکه اجتماعیمون کمک کنید. با زدن دکمه سابسکرایب در گوشه سمت راست پایین صفحه توی کانال ما عضو میشین و با زدن اون زنگوله از آخرین ویدیوهای آپلود شده به لحظه با خبر خواهید شد. امیدوارم که پسندیده باشید. ممنون و متشکر. خدا نگهدار.